سلام به همگی امیدوارم حالتون خوب باشه من سپیده فرهمند هستم و با آموزش زبان آلمانی در خدمتتونم اولین ویدیو رو با آموزش الفبای آلمانی میخوام شروع کنم فقط قبل از اینکه شروع کنیم خیلی ممنون میشم اگر پیج من کانال منو سابسکرایب کنید و در ادامه این مسیر که آموزش زبان آلمانی است همراه من باشید خب وقت هدر نمیدیم میریم سراغ اولین ویدیوی آموزش آلمانی خب بچه ببینید اینایی که نوشتم دست دویچه آلفابت هستن یعنی چی؟ یعنی الفبای زبان آلمانی دست دویچه آلفابت حالا کار با این نداریم این آبیایی که نوشتم حروف و بزرگایی که نوشتم اینا حروف الفبای زبان آلمانی هستن یعنی ما بعد اینا رو بلد باشیم قرمزایی که نوشتم چیان این قرمزها کمک میکنه به تویی که هنوز آلمانی و بلد نیستی نمیدونی چطوری نوشته میشه چطوری خونده میشه بهت کمک میکنه که بخونی درست بخونیش مثلا حالا وقتی که بخونیم متوجه میشیم حالا یه دور با هم شروع کنیم آ آ ببین من دور اینایی که تغییری نمیکنن از این خطا کشیدم خب اینا یعنی اینکه همون مثل همیشه خونده میشن دیگه آ آ دیگه ای هم ای ولی این یکی ها رو حالا توضیح میدم آ سعی کن با من تکرار کنی آ آ ب ب ببین ب, ب بی 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 یه ای گذاشتم ب س س د د ای ای

خب ببینید الان یه دور از روش خوندم اینایی که تغییر نمیکنن که هیچی آ ای ای او او و او هستن درسته آ ای ای او و او هستن حالا اونایی که کلا دورشون مربع کشیدم ببین این سه تا خب اینا کلا تلفظشون یه چیز دیگه است این یوت یوت فاو فاو اوپسیلون اینه که هم که خب این کوچولو بهمون کمک میکنن که دوباره بخونیمشون درست بخونیمشون خب یه بار دیگه من میخونم آ ب س د ای اف گ ها ای یوت کا ال ام ان او پ کو ر اس پ او فا و x y, ست این از الفای زبان آلمانی فقط یه نکتر یادتون باشه که وقتی شما این آبیا رو یاد گرفتین الفامون رو یاد گرفتین دیگه اینا رو نذاری دیگه با این قرمزه کاری نداشته باش فقط اینا رو یادت باشه گذاشتم که اینا رو بهتر بتونی همین الان که چی بلد نیستی بتونی یادت بمونه بتونی تلفظشون کنی این سراغ ادامهش آ او و او حالا ببینید چیزی میخوایم یاد بگیریم به اسم اوم لاوت اوم لاوت استیکرا هستش دو تا نقطه است به این سه تا حرف آلمانی ما اگر اون اوم لاوت اضافه بشه یه تغییر در تلفظشون ایجاد میشه یعنی این آه اگر اوم لاوت بگیره میشه ا ا این او لاوت بگیره میشه ا این او اگر املاوت بگیره میشه او او ا او ا اینم اس ست هستش اس خیلی شبیه بیه ولی بی نیست اس ببینید این اس این بیه خب حالا بریم سراغ حروف صدادار مثل زبان انگلیسی زبان آلمانی هم حروف صدادار و غیر صدادار داره حروف صدادار میشه وکاله وکاله آ ای ای او او اینا حروف صدادار ما هستن همه حروف من های این وکال ها میشه کنزونانت ها یعنی ب س د اف گ ها و غیره خب بچه ها حتما حتما این حروف الف با این حروف املاوت دار اینا رو خوب کار کنید تلفظ و کلا نوشتارشون رو کار کنید که میخوایم تو جلسه های بعدی ببینیم وکاله و کنزونانت ها به چه درد ما میخورن توی تلفظ چطوری به ما کمک میکنن که ما بهتر تلفظ کنیم حتما با من همراه باشید